یاکن عبدو یاکن استعین من از صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. من و نصرت هیچ وقت نفهمیدیم چرا پنجشنبه های آخر سال آقا جون نمیذاره ما هم بریم سر خاک عزیز و میخواد با اون تنها باشه. عزیز، اومدم یه چیزی باید بگم. راستش چند وقتی خیلی احساس تنهایی میکنم. نه که فکر کنی نصرت و زنش برام کم میزنن، نه، نه، احساس تنهایی که میگم یه حس غریبیه که با اینکه انگار دور و برت شلوغه ولی حس میکنی کسی نیست که باش تشریک مسایی کنی، مونست باشه، درد دل کنی. از ما الان میگی مونست تو منم. راست میگی، راست میگی. تو این چند سالی که نیستی من همینجا کنار سنگت نشستم، درد دل کردم، سبک شدم. ولی سبکیم فقط مال همینجا بوده. یعنی وقتی برگشتم خونه دوباره تنهایی بوده و تنهایی. تنهایی هم عزیز بدخلقی میاره. بدخلقی با عالم و آدم. حالا میفهمم وجود یه زن تو اخلاق و رفتار آدم چه تأثیری میذاره. تا وقتی بودی عوض بود، نه که بخواد عوضی بازی در بیاره. سر درد نیارم عزیز، اومدم بهت بگم که چه غلطی کردم. والا از خدا پنهون نیست، از تو چه پنهون. یکی هست که خیلی وقت حواسم بهش هست. اولش جدی نمی گرفتم ولی حالا احساس میکنم فاصله ما از همین چند تا قبرم نزدیکتره. خوبیش اینه که دو سه روز پیش اومدیم برای خاک کردن بهجت خانم، اومدم پیشت همون روز دل زدم به دریا و رفتم. عزیز، حالا اومدم ازت حلالیت بخوام. خدا بیاموزه. بنفشه‌اش قشنگ شده. خدا زن تو رو هم بیاموزه. زنده باش. مالیا خانم، پاشو بریم جیگر رو بزنیم. بریم. فکر میکردم دوران آرامش شروع شده. نه فکرم پیش قرعه کشی و پوز بود، نه دیگه چیزی برای مخفی کردن از نصرت داشتم. من بیشتر از همه از این خوشحال بودم که دیگه با کسی مثل جهانگیر سر و کله نمیزنم.
غافل از این که پولی وارد حساب قرعه کشی شده بود که آرامشو نه تنها از من بلکه از خیلی های دیگه گرفته بود. سلام علیکم. با آقا جهانگیر صبح اول صبح این برای آقا جون گریم از کجا میدونستی من صبحونه نخوردم؟ قابلت هم نداره آقا، شنیدم قرعه کشی رو دست خودتون گرفتین. عادل باز نکشته رو دهنش نگه داره؟ آقا عادل که مثل شما دهنش شفت و بس داره. از آقا بالایی شنیدم. نصرت؟ آره بهترین قسمت چه میدونی چیه؟ اینکه با اون نمیشه کنار اومد ولی شما فرق داریم. راستو بنداز غلط به عرضه دستونه، اینجا از این خبرها نیست. ببخشید عباس جون، پس ما این پا رو چیکار کنم؟ هیچ، پا تو عقوری کشی بکش بیرون. چی رو پا تو بکش بیرون وقتی چنبر زدی رو حساب پوز؟ منظور چیه؟ خیال کردی من خبر ندارم چرا، چجوری، چگونه از اون نصرت بالایی امضا گرفتیم بزکشش کردیم؟ حساب پوز قرعه کشی 200 تا برنده شده، میلیون. پول بهترین چیزیه که آدما در برخورد با اون واقعیتشون رو نشون میدن. مثلا همین آقا فتی اگه میدونست زنش به جای قرعه کشی 5 میلیونی تو قرعه کشی 20 میلیونی اسم نوشته، توی کار انجام شده قرار نمیگرفت و هرگز نمیذاش زنش پولو به صندوق برگردون. مثل بچه باید مراقبش باشی، یکی نیست بگه آخه این خارج رفتن رو از کجا درآوردی مرد؟ حالا با ما یه چیزی گفتیم، شما باید بیای 20 میلیون پول بی زبونه به دست آقا نصره. خوب کردم، شاید این چیزا برای تو مهم نباشه اما برای من مهمه. یعنی از 20 میلیون مهمتره ها؟ حالا اگه 5 میلیون بود با یه چیزی، الان بحث 20 میلیون تو هم پوله. تو بگو 100 میلیون حتما توقع داری فردا راست راست را بیفتم و تو روشونم نگاه کنم. بله بله که توقع دارم. ای چیکار کردی؟ تو دزدی کردی، از دیوار مردم رفتی بالا، قاچاق چیکار کردی؟ بس ای چیزا نیست فتحی، تو رو نمیدونم ولی من یه عمر یه جوره دیگه زندگی کردم، آدم خجالت میکشه. سوزی جان اگه بحث خجالته، شما باید از من خجالت بکشی نه از اونا. چرا؟ چرا؟ به خاطری که 20 میلیون پول وامو گفتی پرمیلتن، نه وجدانن گفتی یا نه؟ گفتم که گفتم، خوب کردم که گفتم. من احمقو بگو، به جون خودم من اگه میدونستم بحث 20 میلیونه امکان نداشت پشت در بیام. تو از من حمایت کردی؟ دو روز دیگه عیده، اگه آذر خانم پرسید چرا خارج نرفتی چی میخوای بگی؟ بره ببینیم بابا آذر خانم آذر خانم حالیشتی نمیدونه صبح چی خورده، اصلا فراموش کارت تو نمیشناسی؟ آذر خانم سلام، خوبی؟ خسته نباشی. سلام سوری خانم. سلام خانم گلچی، خوش اومدی. شما چطوره؟ همیشه به گردش، تفریح، به سلامتی. خوش اومدی. میگم شنیدم به سلامتی میخواییم بریم مسافرت خارج. آره فتی. سلام آقای فتی، حال شما چطوره؟ خوبین؟ شنیدم به سلامتی میخوایی بری تایلند با خانواده. تایلند کی میخواد بره؟ گلچین خانم یه حرفا جیه؟ ما میخواییم بریم اینجا کجانی که همه میرن؟ نقچه ما یا ایره ما؟ آه اینجا میخواییم بریم. بالاخره من نفهمیدم کجا میخواییم بریم؟ ویزامو که بیاد مشخص میشه خانم گلچی. چی میخواستی؟ ببین چیز به سفارش داده بودم، سبزی برای ماهی شکم پره، آماده کردی؟ بله آماده است، بفرمایید. فتحی هم پولو از دست داده بود، هم این که بد بلوفی اونم جلوی بد کسی زده بود. فهم
دورت بگردم همه. ایوا آقا جناب نصرت، به خاک همین علیرضا که دورش بگردم اصلا نمیخواستم بگم. بله بله آقا فتی وقتی گفتش که عید میخوام برن نمیدونم ایروان نخجوان ویزه هاشونم تو چند روز دیگه آماده بشه، من ناگزیر شدم که بگم. بله بگنه تصمیم نداشتم بس همچی چیزی رو بگم. به هر حال ببخشید دیگه، شرمنده تونم. خیلی ممنون. به نصرت خانم جان دورش بگردم سلام برسونید. خدافظ شما، خدافظ شما، بازم ببخشید، خدافظ. ای بابا بلوفی که به سرعت باد همه جا پخش می شود. رضا، رضا. بله. اینو ببین، سوری خانم ندارم واسه عید میرم مسافرت ایتالیا. ایتالیا؟ بله. اون وقت ما چی؟ بابا. چونه بابا؟ میشه ما هم بریم مسافرت؟ چرا نمیشه، قربونت برم، ما هم میریم مسافرت. بیا مامان، باید تو بخور. چی خیال کردی؟ نوبت ما هم میشه. کی اون وقت؟ با همین زودی. انشالله. بیا مامان جان، قربونت برم. مدرسه هایی که بسته شده، کجا انشالله؟ عباس آقا زنگ زد، ای تو که با میرم بیشش کارم داره، برمیگردم. قربون دخترم برم، خدافظ. خدافظ. ما هم میریم مسافرت مامان جان. مامان. بله بله مادر. سوری خانم اینا دارم میرم مسافرت خارج. چی میگی نمیشنوم. ها چی میگی مادر؟ میگم سوری خانم اینا دارم میرم مسافرت خارج. اینها زهر خانم پیامک زده. مطمئنی؟ بله. خب به سلامتی. چی خاره؟ خاره دیگه، سفرشون خوش. اینا رو جمع کن. این خوش شده، این خوش شده، بقیهش خیسته. نصرت. بله. بیا. چقدر ماه قشنگه تو آسمون. بعضی وقتا آدم ها خودشون رو توی موقعیتی میندازن که دیگه راه فراری از اون ندارن. سوری خانم پول و پس داده بود که حرف مردم پشت سرش نباشه، ولی حالا به خاطر سفر خارجی که قرار نبود بره، درست افتاده بود وسط حرف مردم. قربونت بشم، خارج دیگه الان همه چی خراجه. واسه من لباس سوری خانم، هر چی همسایز من دیدی عوض خوشخوراک. ماشالله با این سن و سالتون سر دلتون میمونه سنگینی میکنه ها. ملی خانم جان شما چرا این حرفو میزنید؟ تازه عروس دامادیم، میخوایم انشالله 100 سال کنار هم خوش و خرم زندگی کنیم. بفرما بزن. میگم
آقا عوض، به پسر و عروستون گفتین که ما عقد کردیم؟ نه، قرار بود شما اول بگی. با پسرت حرف زدی؟ من که گفتم احتیاج به زمان داره. ای بابا من نمیفهمم، با پسر شما چی کار است؟ برای چی باید با ازدواج شما مخالف باشه؟ فا آقا عوض، پسرم حق داره. چطور عروس و پسر شما حق دارن؟ شما بهشون نگفتی؟ نه پسر عروس من که مشکلی ندارن، مثلا مخالف نیستن رو حرف من. پسرم حرف نمیزنه که، میترسم بهشون بگم بگن زود دست عروس خانم بگیر ورد و بیار خونه. وقت من که نمیتونم بهشون بگم پسر عروس خانم، پسر عروس خانم غیرتی سر مادرش. منتظرم شما حرفاتو بزنی بعد انشالله بهشون بگم. حالا بزن بزن جیگر رو بزن سرد میشه. یواش مامان، چه خبره؟ خیلی خوب مامان، این سفره رو قشنگ بنداز. بلنشو مامان، بلنشو لنگ زهره. پسرم پاشو میگم. نزن فریبا، میخوام عادل بفرستم یه سری خرت و پرت بگیره، چیزی نمیخواد. یخچالو ما خالی کردیم، خودمونم پر میکنیم. چه حرفیه؟ نمیدونم جهانگیر چرا اینقدر دیر کرد. کجا فرستادیش؟ نزن، بهش گفتم بری یه ذره نون و این چیزا بگیره برای صبحونه. با اون پاش بهت نگفتم اون رخت خوابا رو جمع کنی؟ حالا جان مراقب باش. چرا جواب نمیده؟ چون دقیقه نمیده. خانم همه زنگ بزنم بعدم بهش. بس حد دقیقه صبحونه تو بخور. آزین خوردی صبحونه ما رو خوردی که میشه جونت بخور. دیگه که من نمیشه بخور. آره اصلا بهت نمیچسب. من نمیادم گشنگی مرده بودی. اما چیکار کنیم بالاخره؟ ببین جهانگی جون، کاری از دست من رو بقیه بر نمیاد. همین مرد حسابی، فقط به خاطر اینکه این نامه رو ندادم به نصرت به پامو طلا بگیری. برو به نصرت بگو مجازی خورده برده ندارم. اه بقیه چی؟ پس من برم به بقیه هم بگم دیگه. نه نگاش کن آدم حسابی، خودت هم میدونی دیگه این جایزه متعلق به همه اون کسایی که تو قرعه کشی شرکت کردن. سلام عباس، اتفاقی افتاده گفتی با عجله بیام؟ اینم اتفاق. ببین آقا چی میگم. سلام آقا رضا، زرنگ محله. کیه؟ بله. سلام آقا. سلام. ببخشید مزاحم شدم. بیا تو. نه دیگه تو نمیام، یه عرض مختصری میرم. بیا کسی نیست، بیا تو. مزاحم نباشم. میگم بیا تو. یا الله. میگم کسی نیست، بیا تو. آخه یه وقت یکی میاد برای اون میگم. خیر عادل خان. آقا نصرت، میگم حالا که سوری خانم این پول قرعه کشی رو برگردونده، شما میخواید با پول چیکار کنید؟ حالت خوبه عادل؟ سلامت بشید، قربونتون برم. شما خوبی؟ منم خوبم، دست شما درد نکنه. مرد مومن، دیروز اون همه اثر انگشت و امضا از من گرفتین که وکالت بدم بهتون، الان اومدی از من کسب تکلیف کنی؟ آخه این مشکل فقط به دست شما حل میشه آقا نصرت. چه مشکلی؟ آقا نصرت بوی ماهی اذیت هم میکنه. شما آدم مؤمن و راستگویی هستی، من میخوام یه دزیری رو از زبون خودت بشنوم. ببین ما جمع شدیم دور هم دیگه، قرار شد قرعه بیفته به نام یه نفر، اما اون اسمی که شما از تو گلدون در آوردی اسم کی بود؟ اسم کی بود؟ اسم سوری نبود درسته؟ کی میگه اسم سوری خانم نبود؟ اسم سوری خانم نبود دیگه، شما خودت هم میدونی دیگه. اسم کی بوده پس؟ اینکه خالیه.
اینو از کجا آوردی؟ از دستشویی خونه شما. جسارتن اون روزی که رفتم تو دستشویی قصد فضولی نداشتم، چون دیدم اسم مرجانه برش داشتم. آقا نصرت، من شب عیدی کارم خیلی گیره. آجوره اذیت نشه. ای آجوره میگم یه ذره سخته. باور کن آقا نصرت، من این شب عیدی کارم خیلی گیره. از یه طرف مؤسسه که هنوز معلوم نیست کی دست ما به پولمون برسه، از یه طرف هم خرجای شب عید که شما زب در هفتش بکن، جهانگیر و زنش زب در هشت بچه، حالا یکی از یکی بد سلیقه تن. اصلا اینا رو بذار کنار، این بچه تازه به دنیا رسیده. باور کن هزینه پوشکش کمر من رو شکسته. تازه من از این پوشک های آلارمدار هواکشدار اینا نمیگیرم، اصلا نو آپشنه، آپشن نداره. یه تیکه پارچه است تو چسب، هی میچسبونه هی میافته، هی میچسبونه هی میافته. بچه امونش بریده. اصلا تو پول بنزین این آمبولانس موندم، نمیدونم چی کار کنم. از بیمارستان زنگ زدن میگن مگه بچه رو نمردی؟ قرار نبود بیایی تصویه کنی. اصلا اگه پول نداری بچه رو پس بیا. عزیز من، الان من برم بگم اسم مرجان خانم بوده کی باور میکنه؟ بابا شما اسم مرجان در اومده بود گفتی سوری، همه پذیرفتن، همه باور کردن. الانم بیا بگو مرجان بوده، همه باور میکنن. آخه فقط من و تو اسمشو دیدیم، کسی ندیده که. آقا نصرت جون امیرعلیت، من کارم گیره، یه کاری بکن. چرا نرفتی به این شرکات بگی، همینایی که از من وکالت گرفتن؟ بابا مسئول قرعه کشی اون روز شما بودی. من الان برم حرف بزنم همه میگن بیا اینم تنش کن به تنه جهانگیر. میخوای منو با جهانگیر یکی کنن؟ خیلی خوب، اون آبو بگیر ببین ببینم چی کار میکنم. دست درد نکن، خدا از برادری کمت نکنه. یه بابا 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 از اون بالا کفتر میایه. ماما اینم از ماهی شب عید. ماما این صدات میکنم چون جواب نمیدی. نشنیدم ماما، دست درد نکنه. چه خوشگلن، یه جوری میگه انگار ماهی سفید خریدی ماما. روزش که خوشگلتره، نکن تو مسیرم تربیتشون کرده. بشین بشین نکن میشه. منو بگو ماهی. ماهی بزن دنده هوایی. چشه؟ زانو غم بغل گرفته بچه‌ام. بابا آسمون که به زمین نیومده. منم همینو بهش میگم، میگم درست پول قرعه کشی رو برگردوندم ولی خدا بزرگه. آره بابا. ماشینو میفروشیم، پول جایزه پرستو رو باش جور میکنیم. چی رو میفروشی؟ ماشین منو؟ همین که گفتم مامان. مگه که رو جنازه مرد بشی؟ خواهرت مامان نمیتونم که دست خالی بفرستمش خونه شوهر قربونه. یعنی چی آقا اصلا بیاین با ماشین از رومن رد بشین، من یک بمیرم یک سال وقت داشته باشین بتونین جزیه خواهر من رو ردیف کنه، خوبه؟ خدا نکنه مامان اسم اون تو قرعه کشی در بیاد، یه ماشین مدل بالاتر برات میگیرم. آقا اصلا شما نوای تار، ما چیک چیک قطار. فکر کردی من خرم همینجوری دست کنه الکی اون تو اسم شما در بیاد؟ الکیه؟ قربونت برم مامان، تو که اینطوری نبودی، من تو همین لاف بابات موندم. تو دیگه حالمو بدتر نکن. مسافرت رفتن آقا تو اینترنت بین همه پخش شده دیگه. هیچ، بابا که لاف میزنه، اون که میخواد ازدواج کنه. شما هم که خودت پول دو دستی تقدیم مردم کردی، ما رو انداختین وسط مثلث برمودا، شما هم که جزء نجات یافتگان. حالا که اینجوری شد به کوری چشم همشون امسال عید میریم مسافرت. به به چه راحلی، اون وقت کجا؟ حالا یه جایی میریم. با کدوم پول؟ بیل نمیخواد بابا، میریم شهرستان پیش عموشو. تو به همه گفتی میخوایم بریم خارج، همه خیال میکنن داریم میریم خارج، اون وقت شهرستان؟ بابا ساده ای تو همه، یه چیزی میگن حالا اینا به خودشون. همین عباس آقایی که پارسال میگن میخوام برم جزایر قناری، به جون و ته یه دونه فنج دیده باشه. یا ای کی خانم گلچین جون تون که هی میگه خارج خارج خارج، به جون تا اسم کوچه بغلی چون بلد بچه والا. بقیه خودشون میدونن، آقا از همه جا خبر داره. بابا جان خب راست میگی، ما حالا شهرستان هم بخوام بریم خب هزینه داره، پول میخواد.
اونم چی تو این وضعیت خواستگاری این؟ بابا به این مادرت بگو که 20 میلیون پول بی زبون رفت مفت و مسلم گذاشت تو دست نصرت. بد گوشتی میکنه حرف که شروع نکن فتی. بابات راست میگه مامان، میریم شهرستان، من یکم پول پس انداز دارم. خیلی خب پس موافقی، چاره دیگه ندارم. قربون آدم چیز فهم، حالا اینجوری آذرخان هم متوجه میشه که حالا اوزه لافه، فتی خودش یه پا لافه. مامان جو من با دوستام دارم میرم شمال. هممون میریم مامان. مامان خب دارم میرم شمال با دوستام. همینی که گوش کن ببین مامان چی میگه. بگو چشم. چرا وایستادی آقای لحاف؟ بفرمایی یه زنگ بزنیم به برادرتون که داری میای. ای به چشم بابا مخلص توتم به جون تو. برو دیگه رفتیم هله هله برو بره مسافرت. فتی برو کفترات آب بده آماده بشم. میبینی بابا. سوری خانم، سوری خانم جون. بله بله سلام. چطوری سوری خانم، خوبین؟ خوبم زهره جان. سوری خانم شنیدم ان شاءالله به سلامتی دارین عید میرین خارج از کشور. دیگه خب که ان شاءالله بستگی به ویزا داره. سوری خانم این سبزی های مایی شکم پر من آماده است؟ سبزی ماییتون بله. مریم جون سبزی مایی زهره رو بهش بده. پولشو دادی؟ نه نه میدونم این یه چیز دیگه است. سوری خانم من یه 150 دلار از قبل تو خونه داشتم، اینو نگه داشته بودم آوردم خدمتتون. رفتی اونجا به سلیقه خودت، هر چی دیدی واسه هانی و ساحل منم بگیر بیا. دست درد نکنه، زحمت دارم میدم و با اجازه خوش میگذره. بچهای منم که خوردین، تکلیف منو مشخص بکنین دیگه. جوابش یه کلمه از آیا پول مداوای پای منو میدین یا نه. بابا کچلمون کردی، هی میگه هی میگه. عباس آقا پولشو بدین بره دیگه. پول چی؟ پول منو میگه آقا جان. شما چرا خام شامورتی بازی های این شدین؟ خام نشدیم آقا نصرت، شما بفهم بشین. من خودم داشتم بهش میگفتم تنها ما اختیاردار این قضیه نیستیم، باید همه راضی باشن تا ما بتونیم پولو به تو بدیم. منم همینو میگم دیگه، شما که شدی وکیل ما بریم با بقیه صحبت کنی راضیشون کنی. نمیشه. چی رو نمیشه آقا؟ اصلا شما چیکار روی صندوقی؟ من دارم با مسئولین جدید صندوق صحبت میکنم، شما که گفتی کل عمراتو واگذار کردم. آقا جان بی خودی برای پول این ماه قرعه کشی چاله نکنی. برای اینکه تو روز قرعه کشی اتفاقاتی افتاد که اون اسمی که ما میخواستیم از تو گلدون در بیاد در نیومد. یعنی چی؟ یعنی همین، یعنی اگه انصاف دارین پولو باید بدین به کسی که واقعا اسمش تو گلدون در اومده. کی؟ یعنی همسر ایشون مرجان خانم. من همون دیروز فهمیدم، ولی به احترام تصمیم به جمع سکوت کردم. حالا هم که الان پول قرعه کشی توسط سوری خانم برگشته، خب ما عملا حقمونو میخوایم دیگه. بفهم آه اینا. هیچی، مگه نمیبینی اسم خانم عادل در اومده؟ اینجوریه. به چرخ تا به چرخیم. عادل، عادل نه بره. بابا عجب گیر آدم گیجی افتادیم. آرزو کجا داره میره؟ هیچی، رفته اون بالش. اینقدر لیلی بلالای این نذارین، مگه بار اولش قهر میکنه؟ لیلی بلالاش نمیذاریم نصر جان، گفتم شب عیدی دلخور نره از دکون بیرون. همین، بشین قرمت برم. بشین. خیلی خوب، پس من چک حساب قرعه کشی رو میکشم به نام مرجان خانم دیگه. قال قضیه رو بکنیم بره. اینطوری نمیشه نصرت، باید با همه صحبت بشه. بمونه برای بعده. چرا بعد تعطیلات؟ خودت که دیروز بودی. بعد قرعه کشی خیلی ها خداحافظی کردن رفتن مسافرت. آقا من الان این پولو نیاز دارم آقا نصرت. باید بره پول بیمارستان رو تسویه کنه بنده خدا. نمیشه. نمیشه؟ پس بگم. نگم.
چی بگم نگم؟ هیچی آقا نصد، پول بیمارستانه میگه، اونو خودم بهت میدم. آقا وقتی خودم پول دارم واسه چی باید برم زیر بار منت مردم؟ پیله نکن عادل دیگه، میگم خودم بهت میدم بعدا ازت میگیرم. صورت حساب واریزی آسپانک فرستاده. خیلی خوب، پس من برم دیگه. کجا نصد؟ بمون یه چای با ما بخور. دست شما درد نکنه. نه باید برم بانک زره پول نو بگیرم. بانک؟ اتفاقا منم پول نو میخوام. تو پول نو نمیخوای آده؟ تصفیه حساب بیمارستان دیگه نو کن. نه چیه؟ قسمت کنه با تو نشینو یار گل و میار گل یار گل و میار یار گل و میار گل یار گل و میار میان میبرن، بقیه چیزا رو هم جمع کن، داریم میریم، بارون خراب نکنه. دست شما درد نکنه، سال خوبی داشته باشین، سفرتون هم بی خطر. ممنونم، شما هم همینطور. بچه ها خستن، گفتیم بریم یه حال و هوای عوض. چرا که نه، خیلی هم کار خوبی کردیم، ما که پوسیدیم. ایشالله برای شما. ایشالله شما نری سفر، کی باید بره سفر؟ ایشالله قسمت ما هم بشه بریم سفر. میبرمت. کجا میریم؟ هندورابی. کجاست؟ پشت قش. خایمه جان اینا رو وردار ببر مادر، منم الان میام. چیزی جا نذاری قربونت برم. دست پرفر. آه بعد خدافظ. خدافظ. سوری جان دست درد نکنه. ماشاءالله قابل نداره بدن حسابی. میخوای بری سفر لازمت میشه. یه عیدی کوچولو هم گذاشتم برای مریم خانم. دستت درد نکنه. انشالله که سال خوبی داشته باشی. شما هم همینطور. مواظب خودتون باش. سال پربرکتی داشته باش. خیلی ممنون. برای شما هم همینطور. نصرت جون ببخشید یه چند لحظه. ما که داریم میریم دیگه. گفتم این حیونا و گلدونا گناه دارن. یه آبدونی شما بهشون بدی. حتما. اگه زحمتی نیست البته. این کلید حیات، اینم مال در ورودی پایینه، اینم مال بالا که کفتران. باشه. میگم نصرت سر بزنه. بازم عید خوبی داشته باشی. قربانش. خداحافظ. خداحافظ. مواظب خودتون باشی. چشم. میگم بابا عجب دو روزمونه شده. به جون عیبت ما زنگ نزنیم. تو زنگ نمیزنی به پرسی فتی بگی زنده ای مرده ای بری کنار بابا. نه اینجوری شده. مار زده تمام مار. حالی تو هم خود دوره خوب برو او بر. نه با تو نیستم. هی بعد دیشب خواب بابای خدا بیامرز دیدم. خیلی ناراحت بود. به جون تو. میگو فتی چه تو با هیبت چه تو نمیرین نمیای سر نمیزنین. میگو چه اتفاقی افتاده بین شما شکراب شده. خیلی ناراحت بود. به جون تو گریم گرفت. گفتم آقا جو حالا که اینجوریه قول بدیدم استاد به اتفاق بچه ها به اتفاق خانواده همه با هم بریم پیش هیبت. بابا گفت شما برین اونجا تو میخوای به چه بکنی؟ به جون سنوبر والا فتی مدی ازش بپرس خونه هستن تعطیلات یا نه. هی بعد جان عید خونه تشریف دارین دیگه ها.
نشه زیارت. بگو مارم دعا کنن. قطعش کن، قطعش کن. خب زیارت قبول، خداحافظ. اینم از این. بابا تقصیر ما جالجه ناراحتی، من کف دستم بو کرده بودم. عجب گیری کردی. بس صحبت کردی که نباید بگی داریم میایم، بگی تو راهیم، شما سفره رو پهن کنیم، ما رسیدیم. همون شد. یه دروغ گفتیم، هی دروغ پشت دروغ. ما دروغ نگفتیم سوری جان. ما یه بلوف زده همین. بابا خواهشم منو جلوی شاهین بلوف زن دروغگو نکنید. من به شاهین الان اس ام اس دادم، گفتم ما فردا داریم میریم خارج. چشم عزیزم، ناراحت نباش. اس ام اس زدی به شاهین؟ آره اس ام اس. با شاهین زود فامیل شدی؟ اس ام اس میزنی؟ الان باید فکر کنیم که ببینیم چه کار باید بکنیم. زهره خانم الان همه جا پر کرده که ما داریم میریم خارج. سوری جان تو ناراحت نباش، میفتی بلای سرت میاد، بعد کی میخواد بالا بوینت بکنه؟ تو ناراحت نباش، من همه چیز ردیف میکنم. تمام شد. دست شما در... آقا نصفه، بیا ببین اونجا چی نوشته؟ چی نوشته؟ اینجا 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 ببین اونجا چیه آخه؟ بیا 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 اینجا از من. خدا من باورم نمیشه چند بار نگاه کردم. چی رو باورت نمیشه؟ چی شده من دیگه؟ این چیه؟ این چیه؟ اون کیه؟ شاید اشتباه شده. چی اشتباه شده؟ 200 میلیون تومان نصرت بالایی. نصرت خودتی. مبارک. ما تبریک میگیم. آقا سلام علیکم، ببخشید. اجازه بدین شماره تونو بخونم صداتون. بله میدونم شماره، ببخشید ببخشید. من بابت این دستگاه پست که برای من نصرت بالایی است. جناب نصرت بالایی خیلی خوش اومدید. همکارای عزیز جناب نصرت بالایی برنده خوش شانس 200 میلیون تومانی به افتخارش رو. آقای بالایی تبریک هستم. تشریفاً پیش ریاست شعبه. تشریفاً پیش ریاست شعبه. بله بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. آقای بالایی برنده خوش شانسمون. کجایی شما آقا؟ تو آسمونا دنبالتون میگشتیم. نیستی شما؟ چرا ما که هستیم. بفرمایید. الله دادی هستم. خوشبختم. صورتی عباس صورتی با من هستم. آها با شما هستم. ما هرچی تماس گرفتیم خدمتتون جواب ندادید. بالاخره امروز با پیک نامه فرستادم در خونتون. نه کسی با ما تماس نگرفته، نامه‌ای هم نیومده دم خونه. یعنی شما امروز نامه‌ای دریافت نکردید؟ نه خیر. یه لحظه ایزه بگید. این رسید رو امضا کردید شما؟ این دستخط جهانگیره. حالا ما باید چی کار کنیم؟ خب کار خاصی لازم نیست بکنید. یه سری مدارک هست که شما باید امضا بفرمایید. مبلغی هم که برنده شدید طی مراسم خاصی بعد از تعطیلات به حسابتون واریز میشه. دست شما درد نکنه. دیگه بعد تعطیلات آقای رئیس، آقای نصرت بالایی که جا تشریف دارن و بدیم بریم شب عیدی. شب عیدی کارشون رو راه بندازید دیگه. خب یه سری کارهای اداری هست که باید انجام بشه. آقای خوش شانس، مبارکتون باشه. دست شما درد نکنه. خیلی ممنون. خیلی ممنون. با اجازهتون. با اجازه.